چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. نوشته زویا پیرزاد. قسمت 23. آرمن و آرتوش با هم از خانه بیرون رفتند. هیچ کدام خداحافظی نکردند. توی راه رو روبان دم موشی های دوقلوها را یکی یکی محکم کردم و گفتم خداحافظ. آرمینه خوراکی زنگ تفریح را گذاشت توی کیف مدرسه و زیپ را کشید. نمیای تا دم در؟ گونش را بوسیدم و سر تکان دادم که نه. آرسینه گفت خسته ای؟ گونش را بوسیدم و سر تکان دادم که آره. آرمینه پشت دری را پس زد. باز مه شده. به حیات نگاه کردم. وقتهایی که مه خیلی غلیظ بود دوقلوها می ترسیدند از حیات بگذرند. به رویشان نمی آوردم که می دانم می ترسند. دستشان را می گرفتم. از حیات می گذشتیم و می خواندیم ما در ابرها پرواز می کنیم. پشت دری را مرتب کردم. امروز دوتایی توی ابرها پرواز کنیم. خب؟ به هم نگاه کردند. بعد به من. نگاهشان غمگین بود و برق همیشه را نداشت. از این طرف پشت دری نگاهشان کردم که دست در دست تا وسطهای راه باریکه رفتند و بعد توی مه انگار غیب شدند. در فلزی دیده نمی شد و تاب و بید و قسمتی از چمن شبیه نقاشی آبرنگ بود. سبک و محو. فکر کردم چرا مثل هر روز همراه بچه هایم نرفتم تا ایستگاه اتوبوس؟ چرا نگرانشان کردم؟ من کلافه و بدحالم، بچه ها چه گناهی دارند؟ ور دلسوز گفت تو هم آدمی، تو هم حق داری بی‌حوصله باشی. تو هم. تلفن زنگ زد. خانم نوراللهی گفت اگه وقت داشته باشین امروز صبح خدمت برسم. وسط این همه ماجرا همین یکی کم بود. دنبال بهانه گشتم. سر کار نیستین؟ گفت از رئیسم مرخصی گرفتم. رئیس خوش اخلاقی دارم. میشناسیدش که؟ و شوخی خودش خندید. فکر کردم خدا رو شکر رئیست اقلا با یکی خوش اخلاقه. از بعد از دمر کردن جاشکری رئیسش یک کلمه هم حرف نزده بود. دنبال بهانه دیگری گشتم. امروز میخواستم برم شهر که گفت چه خوب منم خرید دارم. ساعت 10 توی میلک بار همدیگر رو میبینی. تا آمدم دنبال بهانه دیگری بگردم با سه جمله طولانی تشکر کرد و با یک کلمه خداحافظی و گوشی را گذاشت. تا ساعت 10 خیلی وقت داشتم. روز عوض کردن ملافه ها بود. رفتم به اتاق آرمن. سعی کردم ریخت و پاش اتاق را نبینم. کفش و جوراب و کتاب و مجله و صفحه های گرام و لیوان های خالی شیر که محال بود برگرداند به آشپزخانه. پیژامای مچاله شده و چند تا کتاب و کتابچه از روی تخت برداشتم و ملافه را از روی تشک کشیدم. تشک تکان خورد و کاغذی افتاد زمین. فکر کردم باز ورقه امتحان ماهانه است که چون نمره کم آورده قایم کرده. مثل اسباب بازی های دوقلوها که همیشه جاهای به نظر خودش عجیب پنهان می کرد. از این ورقه ها هم کم پیدا نمی کردم. پشت درپوش کولر و بالای قفسه داروی توی حمام و زیر فرش اتاقها باز کردم و اولین خط را که خواندم فهمیدم نامه است. به خودم گفتم نباید بخوانم. به خودم گفتم خواندن نامه های دیگران حتی نامه بچه هم کار زشتی است و نباید بخوانم و نباید بخوانم و خواندم. از خط خوردگی ها و تکرار ها و حذف و اضافه ها معلوم بود چک نویس نامه اصلی است. امیلی عزیزم که از همه زیباتری، تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد. با دستور تو حاضرم تا آن سر دنیا با تو بیایم و از دست مادر بزرگ مستبد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم. من هم از دست خواهرهای احمق و مادرم که فقط بلد است ایراد بگیرد و قضا بپزد و گل بکارد و غور بزند و پدرم که فقط دوست دارد شطرنج بازی کند و روزنامه بخواند نجات میابم. مرگ بر همه پدرها و مادرها و مادر بزرگها. نامه به دست نشستم روی تخت و از پنجره به درخت کنار نگاه کردم. حس کردم در جایی که هیچ انتظار نداشتم ناگهان آینه ای جلویم گذاشتند و من توی این آینه دارم به خودم نگاه میکنم و خود توی آینه هیچ شبیه خودی که فکر میکردم نیست. نامه را تا کردم، گذاشتم زیر تشک. ملافه و روبالشی را عوض کردم. تخت را مرتب کردم و از اتاق بیرون آمدم. از پشت اشک به زحمت ساعت را دیدم که از 9 گذشته بود. چقدر دلم میخواست بیرون نروم.
چقدر دلم میخواست نه تنها خانم نوراللهی که هیچ کس را نبینم. چقدر دلم میخواست هنوز بچه بودم و دست میانداختم گردن پدرم و یک دل سیر گریه میکردم. اتوبوس غیر از من مسافری نداشت. راننده زیر لب آهنگ عربی زمزمه میکرد. از یا حبیبی و یا عزیزی ها که از ته دل میخواند حد زدم باید عاشقانه باشد. از جلوی سینما تاج گذشتیم. انگار همین دیروز بود. هر جمعه دوقلوها را که هنوز خیلی کوچک بودند میگذاشتم پیش مادر و آرمن را میآوردم سینما تاج. توی خانه ساندویچ کالباس با جعفری و پیاز خرد کرده درست میکردم که خیلی دوست داشت. عاشق کانادا درای نارنجی هم بود که حتما باید خودش میرفت از بوفه سینما میخرید. با هم فیلم تماشا میکردیم و ساندویچ میخوردیم و میخندیدیم و وقت برگشتن دستش توی دستم فیلم را از اول تا آخر دوباره و سه باره تعریف میکرد. اتوبوس روبروی مغازه ستاره آبی ایستاد. فکر کردم چند وقت است دستش را نگرفتم. چند وقت است با هم سینما نرفتیم. قبل از پیاده شدن به راننده گفتم چه آهنگ قشنگی بود. خندید. جوان بود و سه دندان طلا داشت. پشت شیشه ستاره آبی ایستادم و فکر کردم خانم نوراللهی چه کار دارد. پسرم واقعا از من متنفر است. چرا آرتوش در آشتی کردن پا پیش نگذاشته؟ روی شیشه مغازه مقوای چارگوشی چسبانده بودند. از دستگاه رخشویی ایزی ساخت آمریکا در داخل مغازه دیدن کنید. آرتوش چند بار گفته بود چرا ماشین رخشویی نمیخری؟ مادر گفته بود لباس رو باید با دست شست. آلیس گفته بود خیلی گرونه. آرتوش گفته بود حتما بخر. وارد میلک بار شدم و از پله های مارپیچ بالا رفتم. چندتایی از میزهای بغل دیوار شیشه‌ای پر بود. دختر و پسرهای جوان، زن و مردهای نه چندان جوان. معذب بودم. آلیس حرف میلک بار که میشد چشم و ابرو میآمد و میگفت صبح ها جای راندووهای آنچنانیه. به پیش خدمت گفتم منتظر خانمی از دوستانم هستم و روی خانم تاکید کردم. سر یکی از میزهای دو نفره نشستم و چشم دوختم به پله ها، منتظر که خانم نوراللهی زودتر بیاید حرفش را بزند و برود. به نامه آرمن فکر کردم، به آرتوش و جاشکری دمر شده. چرا هیچ کس حرفم را نمی فهمید؟ هیچ وقت این همه اتفاق پشت سر هم نیفتاده بود. فکر کردم قبل از آمدن امیلی و مادر بزرگش به جیفور چه زندگی آرامی داشتم. برای ایرادگیر مچم را گرفت. فقط امیلی و مادر بزرگش آرامش زندگیت رو به هم زدن؟ دیدن شینیون بلند و روبان خالخالی که از پله ها بالا می آمد بهانه شد از زیر جواب در بروم. خانم نوراللهی تا نشست پرسید حالتون خوب نیست؟ هول شدم. یعنی اینقدر مشخص بود که حالم خوب نیست؟ دستپاچه توضیح دادم که این روزها سرم شلوغ است و مدام مهمان دارم و درگیر بچه ها هستم و هوا گرم است و شرجی و کلافه‌ام می کند و بچه ها بزرگ که می شوند مسائلشان هم بزرگ می شود و سعی در فهمیدن و حل مسائل آدم را خسته می کند و گاهی حس می کنم مادر خوبی نیستم و اطرافیان هم عوض کمک بار بیشتری می گذارن روی دوشم و خستم و داشتم گریه می کردم. از خجالت می خواستم بروم زیر میز. چرا در جایی غریبه گریه می کردم؟ چرا برای زنی که فقط چند بار دیده بودم و هیچ صمیمیتی با هم نداشتیم چیزهایی را گفتم که به هیچ کس نگفته بودم؟ خانم نوراللهی از توی کیف دستمال کاغذی در آورد، داد دستم. دستمال را کشیدم به چشمهایم و گفتم ببخشید نمیدونم چی شد. دست گذاش روی دستم. حرف نزد تا سر بلند کردم و نگاهش کردم. بعد گفت چه موهای قشنگی دارین، کاش موهای من هم صاف بود. چند بار آرام زد روی دستم. بعد دستش را پس کشید. از کافه گلاس های اینجا خیلی تعریف میکنن. تا به پیش خدمت سفارش کافه گلاس بدهد سرچرخاندم طرف دیوار شیشه ای. یکی از نخل های آن طرف میدان خشک شده بود. بچه که بودم مادر می گفت کاش موهات مثل موهای آلیس یکم فر داشت. پیش خدمت که رفت حرف زدیم. خانم نوراللهی گفت شما خانمای ارمنی خیلی از ما جلوترین. ما تازه باید برای داشتن چیزهایی بجنگیم که شما مدت هاست دارین. ما هنوز اول راهیم. شاید باید می گفتم این طورها هم که فکر می کنید نیست، ولی فقط سر تکان دادم. خواست از نحوه اداره مدرسه بگویم و از هیئت امنای جامعه ارامنه. از مدرسه گفتم که ارمنی ها خودشان ساخته بودند. یادم نیست از کی شنیده بودم.
اولین گروه ارامنه که در شرکت نفت ایران و انگلیس استخدام می شوند، هر روز بعد از ساعت کار به محل مدرسه می روند و ساختمان مدرسه را در واقع با دست خودشان می سازند. خانم نوراللهی پرسید: چطور شد اسم مدرسه را ادب گذاشتن؟ جوابش را نمی دانستم. از روش پرداخت شهریه گفتم. شهریه شاگردان از روی درآمد پدر مادرها تعیین می شد. هرچه درآمد خانواده بیشتر، شهریه بچه ها بالاتر، و برعکس خانواده های کم درآمد گاهی نه فقط شهریه نمی دادند که کمک هزینه هم می گرفتند. نگفتم گاهی خانواده هایی که وضع مالی خوبی داشتند سر کم کردن شهریه چه چانه هایی می زدند. از مالیات سالانه گفتم که هیئت امنا وضع کرده بود و هر کس نسبت به درآمد سالانه باید می پرداخت. نگفتم بودند کسانی که بعدشان نمی آمد از زیر مالیات دادن در بروند. از بازار خیریه گفتم که سالی دو سه بار تشکیل می شد و زنها شیرینی خانگی و بافتنی و کاردستی می فروختند و عایدی فروش صرف کمک به خانواده های بی بضاعت می شد. نگفتم این بازارها مرکز غیبت و چشم همچشمی و پوز دادن هم بود بابت ماشین و سفر اروپا و گرید شوهرها. با دقت به حرفایم گوش می داد. از پیش خدمت که کافی کلاس ها آورده بود تشکر کرد و بعد از من پرسید: خانم اما خاچاتوریان رو می شناسین؟ گفتم نه. و تا گفت: چه کیک هایی می پخت. یادم آمد مادر که شیرینی پزی هیچ کس رو قبول نداشت می گفت: کیک فقط کیک های اما. خانم نوراللهی گفت: تهران که بودم در انجمن خیریه فرح درس شیرینی پزی می داد. چه اسم شیرینی یادم رفت، نازوک؟ گفتم نازوک. گفت: بله بله، چه نازوک هایی درست می کرد. بعد از انجمن خودشان گفت: از سعی زنها برای گرفتن حق رأی، از کلاس‌های سوادآموزی، از اینکه زن ایرانی هنوز به حق و حقوق خودش آشنا نیست. حالا که راحت حرف می‌زد و کلمه‌های قلمبه سلمبه به کار نمی‌برد، حرفایش به دل می‌نشست. گفتم: چی فکر می‌کنم؟ و خندید. وقت سخنرانی اگه ادبی حرف نزنم، مردم فکر می‌کنن یا بلد نیستم یا حرف مهمی نمی‌زنم. کافه گلاسه خوردیم، خوشمزه بود. دختر و پسر جوانی رفتن طرف دستگاه پخش آهنگ که شنیده بودم میلک بار تازه از اروپا وارد کرده. می دانستم اسمش جوک باکس است، ولی تا آن روز ندیده بودم. دختر و پسر جوان سر انتخاب صفحه شروع کردن به جر و بحثی که خیلی هم جدی نبود. پسر لاغر و بلند قد بود و دختر لباس کیسه‌ای نارنجی پوشیده بود. لباس راسته بود و دور آستین و پایین دامنش مغزی سبز داشت. خانم نوراللهی هم داشت نگاه میکرد. جوانها رو که خوش و خندان میبینم حظ میکنم. برای همین هاست که ما داریم خودمون رو تیک پاره میکنیم. یاد جوانی های خودم که میفتم. دختر و پسر بالاخره صفحه انتخاب کردند. از آهنگهایی بود که آرمن مدام میگذاشت توی گرام تپاز و تویست میرخصید. هیچ وقت معنی عبارتی را که خواننده چندین و چند بار تکرار میکرد نفهمیده بودم. خانم نوراللهی کافه گلاسه را هم میزد. برای ارمنی ها این چیزها تازگی نداره، برای ما داره. پدر و مادر خود من که تازه مثلا متجدد بودن و تحصیل کرده، پا توی یه کفش کرده بودن که باید با پسرمون ازدواج کنم. میدونم تو ارمنی ها رسم نیست، ولی بین ما ازدواج فامیلی بد که نیست هیچ. به قول قدیمی ها ثوابم داره. حتما عقد دخترم و پسرم و تو آسمون رو شنیدی؟ شنیده بودم. باز آمدم بگویم این طورها هم که فکر میکند نیست و زنهای ارمنی هم گرفتاری های خودشان را دارند که خانم نوراللهی مجال نداد. دست زد به پاپیون روی شینیون، شاید برای اینکه از سفت بودنش مطمئن شود. منم پامو توی یک کفش کردم که نه. از ته دل خندید و روی گونه های گوشتالو دوتا چال افتاد. راستش عاشق دوست پسرمو شده بودم که چند باری اومده بود تو منزل ما. خلاصه با پسرمو دست به یکی کردیم و اونقدر توی گوش پدر مادرها خوندیم تا بالاخره رضایت دادن. دست زیر چانه نگاهش کردم و پرسیدم: با دوست پسرمو ازدواج کردین؟ انگشت‌ها را دور لیوان حلقه کرد، بیرون را نگاه کرد و آرام سر تکان داد. لبخند محوی روی لب‌ها و توی نگاهش بود. تقریبا 20 سال پیش. می‌خواستم بپرسم و رویم نمی‌شد. بالاخره پرسیدم: هنوز هم؟ تای کافه گلاسه را با نی بالا کشید. صدای هورت که درآمد لیوان را پس زد. با دستمال کاغذی لب‌ها را پاک کرد و خندید. سر بچه ها قر میزنم این کارو نکنین، خودم میکنم. هنوز هم چی؟ از ازدواجم راضی هستم یا نه؟ سر تکان دادم و خانم نوراللهی نفس بلندی کشید.
این لباس رو میبینی؟ یقه لباس رو گرفت لای دو انگور. مدلش رو تو مجله دیدم. لباس یقه انگلیسی داشت و تا کمر 6 تا دکمه میخورد. تهران رو زیر پا گذاشتم تا پارچش رو پیدا کردم. پارچه لباس کتان سفید بود با خالهای درشت زرد. 10 بار رفتم پرو و آمدم و کلی پول خیاط دادم تا حاضر شد. تکیه داد به پشت صندلی و نگاهم کرد. منتظر نگاهش کردم. صبر کرد تا پیش خدمت لیوانهای خالی را برداشت و رفت. بعد آمد جلو، آرنجها را تکیه داد به میز و گفت: چند بار که پوشیدم عادی شد. البته که هنوز دوستش دارم. مواظبم لک نشه. بعد از هر بار پوشیدن میتکونم و آویزون میکنم توی گنجه چروک نشه. ولی کیفش را باز کرد و جعبه سیگاری درآورد. سیگار میکشین؟ سیگاری برداشتم و گفتم: گاهی. برایم کبریت کشید و گفت: منم گاهی. به جعبه سیگار نگاه کردم. نقره بود و رویش گل ساق بلندی کندکاری شده بود. گفتم: چه جعبه قشنگی. ادای تکاندن سیگار توی دست درآورد و به پیشخدمت فهمان زیر سیگاری بیاورد. بعد به جعبه سیگار نگاه کرد و لبخند زد. هدیه است. گفتم: داشتید از لباس میگفتید. دست کشید به جعبه نقره‌ای انگار نوازش کند. پوکی به سیگار زد. عید که تهران بودم خیلی اتفاقی این کمربند رو توی جنرال مود پیدا کردم. صندلی رو کمی عقب زد و کمربند رو نشان داد. درست همرنگ خال هاست نه؟ کمربند درست همرنگ خال ها بود با سگک طلایی خیلی بزرگ. صندلی رو جلو کشید، به ساعتش نگاه کرد و گفت: خلاصه آدم باید مواظب چیزهایی که داره باشه. ساعت 11 شد. 11:30 قرار دکتر دارم. یه عالم چیز میخواستم بپرسم. دست کرد توی کیف زرد بزرگش و کاغذی درآورد. همه رو یادداشت کردم و شروع کرد به خواندن. قوانین ازدواج و طلاق ارامنه، حق نگهداری فرزند بعد از طلاق، حقوق زن در تاریخ ارمنستان، درصد باسوادی زنان ارامنه. حرفش را قطع کردم و گفتم: نمیتوانم جوابهای دقیق بدهم و بهتر است با اعضای انجمن کلیسا و مدرسه صحبت کنم. سر تکان داد و اسم چند نفر را یادداشت کرد. گفت میخواهد از زنان ارمنی دعوت کند در جلسه انجمنشان شرکت کند. گفت مشکلات زنها به همه زنها مربوط میشه، مسلمان و ارمنی نداره. گفت زنها باید دست به دست هم بدن مشکلاتشون رو حل کنن، باید به هم یاد بدن، باید از هم یاد بگیرن. مثل سخنرانیش حرف میزد. هرچه اصرار کردم نگذاشت حساب میز را بدهم. میهمان انجمن ما هستین. توی خیابان داشتیم خداحافظی می کردیم که یادم آمد بپرسم: اومده بود این مراسم 24 آوریل؟ گفت آمده بود و با تعجب که پرسیدم: چرا؟ با تعجب گفت: چرا که نه، فاجعه فاجعه است، مسلمان و ارمنی نداره. هیچ مثل سخنرانیش حرف نمی زد.